اگرچه هنوز بخش گسترده ای از واکنش ها و ویدیوها مربوط به دانشجویان و اعتراضاتشون به اشکال مختلفه، ولی موارد دیگه ای هم بوده که توجه کاربران رو جلب کرده. با تصویر زیبایی از حسین رونقی کنار مادر و برادر شروع میکنم. حسن رونقی با این انتشار این عکس در اینستاگرام نوشته: در کنار شما احساس امنیت و شادی با من است. من خود واقعیم را زمانی که با شما هستم میشناسم. تصویری از اعتراف اجباری از توماج صالحی هم منتشر شده که برخلاف خواسته نظام جمهوری اسلامی نه تنها از مقبولیت توماج کم نکرده، بلکه بیشتر از گذشته هم هوادار پیدا کرده. اینو میشه از هزاران کامنتی که زیر این پست نوشته شده درک کرد. اکانت اینستاگرام توماج با این تصویر نوشته: در حالی که آثار شکنجه و خشونت بر چشم و صورت و روح و روان یک هنرمند مشهوده، او رو مجبور کردن از حرف زدن درباره خشونتی که از طرف حکومت در جامعه اعمال میشه عذرخواهی کنه. این اعتراف اجباری همانند دیگر اعترافات اجباری تلویزیونی برای ما میگه اهمیتی نداره. اونچه که اهمیت داشت دیدن اون بعد از 38 روز بیخبری بود. محمد رضا حیدری، رئیس پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد، در اکانت اینستاگرامش ویدیویی به اشتراک گذاشته از شعار مرگ بر دیکتاتور که یک زن محجبه داره میده و میگه: با حجاب، چه بی حجاب، چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب. علی کریمی در استوری اینستاگرامش تصویری از اعتراضات 88 رو منتشر کرده و نوشته: 88 این جمعیت اومد، باز هم میاد، نه بازداشت شد نه کشته. تهران باید با کمک میلیونی یک ایران رو با کمک شهرهای دیگه به پیروزی برسونه. از اعتراضات گفتیم. بهادر توکلی از فعالان اجتماعی ویدیویی از یکی از اعتراضات مدنی به اشتراک گذاشته که از خیابان اندیشه در شهر زاده در اینستاگرام از خواهر کوچیکش نوشته که 2 روز پیش کاملا یهویی پشت دستش رو دیده و میگه دلم ریخت. روی دستش با خودکار مشکی نوشته بود ابوالفضل آدینه‌زاده. روی یکی از کتاباش هم با ماژیک نوشته بود زن زندگی آزادی. در پایان هم نوشته: این دخترکی که فکر میکردم درکی از شرایط و مسائل نداره، هر روزی که از مدرسه میاد روی وسایل و اعضای بدنش یه ردی از ابوالفضل و نفرتش از قاتلین برادرش به چشم میخوره. اعتصابات هم بخش بزرگی از پست ها رو در بر میگیره. وحید آنلاین ویدیویی رو در توییتر منتشر کرده از اعتصابات سراسری بازار بزرگ اصفهان، میدان نقش جهان، 15 آذر. امروز سه‌شنبه 15 آذر 1401 میدان شاه، میدان نقش جهان در اعتصاب کامل. پرتردترین بازار اسلام. البته این اعتصابات که چندان به مذاق حکومت هم خوش نیومده، کار رو به جایی کشونده که حکومت با تهدید کسبه و علامتگذاری روی هر فروشگاه بسته‌ای اونا رو تهدید کرده و میخواد مجبورشون کنه که مغازه‌هاشون رو باز کنن. اقدامی که با واکنش کاربران روبرو شده و حالا این کار رو با علامتگذاری زمان هیتلر روی خونه ها و مغازه های یهودیان مقایسه کردن و در یک قاب به تصویر کشیدن. در بخش قبل صحبت‌های یک دانشجو خطاب به جهرومی رو شنیدیم. برای این بخش هم صحبت‌های یکی دیگه از دانشجویان رو براتون آماده کردم. دوستان
تهدید نکنید، ما نیومدیم اینجا به کسی توهین بکنیم، دانشجوییم. خدا حفظتون. پیرو سخنان جناب آقای بهادری، من اول یه سلامی بکنم به دلار 5000 تومانی. دلار در آغاز این دولت 26000 تومان بود. اشکالی نداره. ما فعلا یه سلامی بکنیم به دلار 5000 تومانی. ما دوست داشتیم. بعد یه سلامی هم بکنیم به تورم 40%. روال این کشور، تورم هم در آغاز این دولت 60%. ما مدل کشورمون اینه. برنجمون میشه 100000 تومان، بعد میشه 70000 تومان. قضیه تورم هم دقیقاً همینه. از 60% تورم کردیم 40%، افتخارم میکنیم بهش. من نه صرفاً از شما، من 34 سالمه، تقریباً از سال 84 تو تمام، حالا به قولی، مراسمات سیاسی اینا، رأی گیری و اینا. میخوام یه موضوعی رو به شما بگم، به همه دولت‌هایی که قبل شما چه بعد شما نمیدونم بیان یا نه، خب؟ و خواهش میکنم وعده ندید، شعار ندید. ببینید وعده نه، بحث اصلا شما وظیفه هر دولتیه بیاد به مردمش پاسخگو باشه. این اصلا افتخار نیست که سخنگوی دولت بیاد در دانشگاه جلوی دانشگاهی وایسه و جواب بده. این افتخار نیست، وظیفه هر دولتیه. اکانت تلگرام دانشگاه تهران هم به مناسبت روز دانشجو کلیپی رو تهیه کرده با این کپشن: دانشگاه زندان دانشجو نیست، مأمن اوست و خود اوست که خانه اش را از چنگال ارباب جور و تعدی باز خواهد ستاند.